وزارت تجارت از کاهش قیمت تل در بازارهای کشور خبر می دهد. این در حالی است که قیمت تل در برخی از بازارهای کابل متفاوت است. مسئولان اتاقهای تجارت عامل اساسی بلند رفتن قیمت تل را توقف اموال تجاری افغانستان و ازبکستان می دانند. کریم سروش گزارش می دهد. وزارت تجارت از کاهش قیمت تل در بازارها خبر می دهند. مقام ها در این وزارت میزان تغییرات را در فیل در تل 3 افغانی اعلام کرده اند. در همین حال از ایجاد کمیسیون نظارت بر عملکرد تاجران در زمینه صعود قیم نیز سخن گفته می شود. سخنگوی وزارت تجارت وظیفه این کمیسیون را جلوگیری از افزایش قیمت تل در بازار عنوان می کند. بعد از تاریخ 20 که امروز هست و بعد از ساعت 10 بجه تمام تانک های دولتی که در کابل هست و خصوصی و خصوص خصوصی چون ما با سکتور خصوصی در تماس بودیم، این وعده را با ما سکتور خصوصی و اتاقهای تجار و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان که با تجار در مذاکره بودن و بعد ما با ایشون صحبت داشتیم دیروز، بالاخره به این فیصله رسیدیم که سر از امروز ساعت 10 بجه فی لیتر تیل پترول که 50 افغانی هست فیلن و 47 افغانی از طرف سکتور خصوصی باید به فروش برسه و دیزل هم 46 افغانی. در حالی که این وزارت ادعا دارد که در قیمت تل تغییرات آوردن، اما هنوز هم تل در بازارهای کابل به قیمتهای متفاوت به فروش میرسد. تل در حدود 55 رو پرسیده لیتره دیگه، تقریبا از وقت مردم بالاست، چرا که مردم توان از این رو نداره. تقریبا در هر مملکتی که نرخ بالا میره داخل در فیلی تر یک رپا یا دو رپا میره، توجه نداره، تیل هیچ در فکرش نیست، باید توجه کنه و تیل ارزان شد، تیل بسیار قیمت شده. سابق فرض مثال مومن دفتیم تیل 180 الا 200 گیلنه، ولی حالا شده 250. وزارت تجارت هم در روز در کنفرانس در بیانیه خود اعلان میکنه که تیل ارزان شده، یا برن از تانکای تل بگیرن تل به این قیمت رسیده، ولی به حالی که ما ببینیم هیچ ارزان نشده است. این در حالی است که در برخی از دکانها فی لیتر تل به 44 افغانی به فروش میرسد. افزایش مالیات از 80 به 180 دلار در هر تن تل و توقف انتقال اموال تجارتی افغانستان به ازبکستان از مواردی است که مقامها در وزارت تجارت و صنایع از آن به حیث عامل بلند رفتن قیمت تل در بازارها یاد میکنند. اما بر اثر وقوع یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 40 تن کشته و 78 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی کشور ضمن تایید این رویداد خبر دادند که این حمله بالای یک محفل عروسی در ولسوالی ارغنداب این ولایت صورت گرفته است. هنوز روشن نیست که چرا هدف این انتحاری شرکت کنندگان این مراسم عروسی بوده است. رئیس جمهور حامد کرزی نیز با منفور دانستن حملاتی از این دست آن را تقبیح و کار دشمنان صلح و ثبات کشور خوانده است. گفته می شود وقوع این حمله انتحاری در ولایت قندهار بالاترین آمار تلفات افراد ملکی در جریان چند ماه اخیر در کشور را در پی داشته است. شمار قربانیان و زخمی های این حمله انتحاری بیش از 10 تن گزارش شده که در میان آنان شمار زیادی از کودکان هم دیده می شوند. مقام ها در ولایت قندهار وضعیت شمار از زخمی شدگان را وخیم اعلام کردند. شاید آمار تلفات این حادثه افزایش یابد، اما آنچه تا اکنون از سوی مقام های امنیتی مورد تایید قرار گرفته کشته شدن 40 تن و زخمی شدن 78 تن دیگر است. گفته می شود عروس و داماد نیز در میان زخمی شدگانند. این نخستین حمله انتحاری پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح و بزرگترین حمله در چند ماه اخیر در کشور است. شاید این پاسخ مخالفان مسلح دولت در تازه ترین واکنش به نداهای صلح جرگه ملی مشورتی باشد که رئیس جمهور حامد کرزی را این چنین متأثر ساخته است. این یکی از بزرگترین تلاش های وحشیانه برای نابودی شهروندان کشور به شمار می رود. کوشش دشمنان ملت ما برای برهم زدن خوشی های مردم و تبدیل کردن آن به مصیبت ها به جای آن که به مراسم خوشی ارج گذارند، با وسایل انتحاری وارد محافل می شند و افراد بی‌گناه را به خاک و خون می کشند. این یک اقدام است علیه انسانیت.
این گونه جنایات هم از دید اسلام محکوم است و هم فطرت بشر آن را مردود می داند. آقای کرزی به مقام ها در قندهار دستور داده است تا عاملین اصلی این رویداد را شناسایی و به محکمه بکشانند. گفته می شود که هدف اصلی انتحار کننده حمله به جان یک بزرگ قومی و رسولی ارغنداب بوده است. طالبان مسلح ضمن رد دست داشتن در این حمله گفتند که این رویداد در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی به وقوع پیوسته است. اما والی قندهار این ادعا را رد کرده و نشانه هایی از یک حمله انتحاری را به خبرنگاران نشان داده که از محله واقعه به دست آمده بود. در همین حال گزارش می شود که افراد مسلح پس از چاشت روز پنجشنبه یک تن از بزرگان قومی و رسولی اسمین بولدگ ولایت قندهار را به ضربه گلوله از پا در آوردند و در یک رویداد دیگر در شهر قندهار مسئول تفتیش ریاست معارف این ولایت نیز به شدت مجروح شده است. قندهار در جریان ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از ناامنی‌ها و افزایش فعالیت‌های تروریستی و دهشت افغانی روبرو بوده است. این در حال است که نیروهای امنیتی کشور و نیروهای بین‌المللی خود را برای اجرای یک عملیات بزرگ نظامی به هدف بیرون راندن طالبان مسلح از این ولایت آماده می‌سازند.